پا به سن گذاشتن امروز تولد 33 سالگی منه از اونجای که خیلی پیر شدم میخوام از این فرصت استفاده کنم و بعضی از نگرش های مربوط به تجربه افزایش سن رو مطرح کنم سالای اولیه دهه دهی چهارم زندگی سالای جالبین چون برای اولین بار تو زندگی به معنای واقعی اون چرا که مردم پا به سن گذاشتن مینامن تجربه میکنید تا سنین 20 یا 25 سالگی در حال رشد هستید. به عنوان فردی نوجوان پیر نمیشید بلکه بزرگ میشید. در دهه سوم زندگی بالغ میشید. خودتون رو پیدا میکنید و متوجه خیلی از مسائل میشید. اما همچنان جوونید و هنوز نمیتونید آثار افزایش سن رو احساس کنید. از نظر فیزیکی بدن انسان تا سن 27 سالگی به رشد کامل خودش رسیده و فکر می کنم همون زمانی که احساس کهولت جسمی آغاز میشه. فکر می کنم همون زمانی که فرد به قدری تجربه بزرگسالی داره که بتونه به ده سال گذشته زندگیش با دیدی معقول نگاه کنه. من این کارو نمی کنم. من خیلی کم میدونم. اما به همین خاطره که این موضوع در حال حاضر توجه جلب کرده برای من تجربه جدیدیه منظورم حس پا به سن گذاشتنه پس به افتخار تولدم میخوام زمان کوتاهی رو در بالی اون صحبت کنم یک سرعت زمان بیشتر میشه واضحه که هر چقدر سنتون بالاتر میره دیدتون نسبت به سرعت گذر زمان تغییر میکنه سالها سریعتر میگذرن و بدون اینکه بفهمید هفته ها یکی پس از دیگری تموم میشن. افزایش سرعت گذر زمان منطقیه. هرچی سنتون بالاتر میره گذر زمان نسبت به کل عمرتون کسر کمتریه. وقتی ده ساله اید هر سال ده درصد از سنتونه که خیلی قابل توجهه. وقتی سی ساله هستید هر سال سه و سه دهم درصد از طول عمریه که کردید و وقتی پنجاه ساله اید تنها دو درصده یه جورایی میشه گفت گذر یک سال در سن پنجاه سالگی حدودا پنج مرتبه سریعتر از گذر یک سال تو سن ده سالگیه دیدگاه افزایش سرعت گذر زمان کمی استرساست اولا چون هیچ وقت از سرعتش کاسته نمیشه و ثانیا هر چقدر سنتون بالاتر بره بیشتر احساس میکنید که زمان داره از کفتون میره روابط هم تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی 18 ساله اید دوستی که یک سال اونو میشناسید مهمه میزان قابل توجهی از عمرتون رو با اون گذروندین اما تو 32 سالگی یک سال با هم بودن مدت چندان زیادی محسوب نمیشه در مقایسه با تجارب زندگی هر یک از شما دوتا میزان کمی از خاطراتتون رو با هم سهیم شدید پس اون ارتباط به سرعت تقویت نمیشه و تحکیم پیدا نمیکنه. اما افزایش سن یه جور دیگه هم به روابط دوستانه گن میزنه و اونقدر تأثیرش زیاده که ارزش اینو داره یه تیتر جداگونه بهش اختصاص بدیم پس دو روابط دوستانه پیچیده تر میشن یکی از مواردی که تو سی سالگی متوجه شدم اینه که تو این سن روابط دوستانه چیزیه که خیلی از افراد باید برای حفظ اون تقلا کنن فکر میکنم چندین دلیل برای این موضوع وجود داره مهمترین دلیلش ازدواج و بچه دار شدنه خب زمانی که ازدواج میکنید به دنبال زوجهای دیگه ای هستید که با اونها وقت بگذرونید و این باعث پیچیده شدن جریان ملاقات با افراد میشه ممکنه همسرتون از شخصی خوشش بیاد اما همسر طرف مقابل عوضی باشه یا برعکس با اضافه شدن بچه ها این جریان پیچیده ترم میشه حالا بیشترین تلاشتون برای اینه که با زوجای جوونی بیرون برید که فرزندان همسن کودکان شما دارن و اگه فرزندانشون با کودکان شما ناسازگار باشن آخر هفته به گند کشیده میشه اما فکر می کنم موزل حفظ روابط دوستانه بعد از سی سالگی دلیل روانشناختی عمده تری هم داره دلیلی ساده وجود داره و اون اینه که روابط دوستانه نسبت به جوونی نقش احساسی کمرنگ تری دارن تو جوونی مرگ و زندگیتون همراه دوستاتونه هر کاری میکنید پیرو و اعمال و افکار دوستاتونه تو دهی سوم زندگی ملاقات با هر انسانی براتون هیجان انگیزه همه چی جدیده همه چی برای اولین بار و در کنار همدیگه تجربه میشه. اولین قرار ملاقات ها، اولین جشن ها، اولین شغل ها، فارغ و تحصیل شدن و غیره. دوست دارید با هر فردی ملاقات کنید و هر کاری رو امتحان کنید. به این دلیل که برای اولین بار میتونید اون رو تجربه کنید. اما تو دهی چهارم زندگی شخصیت شما دیگه کاملا شکل گرفته. میدونید چی میخواید و میدونید میخواید وقتتون رو صرف انجام چه کاری کنید دیگه تو تصمیم گیری برای اینکه با زندگیتون چیکار کنید یا برای یافتن معنای زندگی به اطرافیانتون متکی نیستید پس وارد این دوران قوز بالا غوز زندگی میشید که ملاقات با دوستان سختتر از قبل میشه و دیگه مایل نیستید با تمام افرادی که در گذشته با اونها در ارتباط بودید ارتباط داشته باشید در نتیجه خیلی از زندگی اجتماعی ضعیفی خواهند داشت. از نظر من دهی چهارم زندگی اولین دهی تو زندگیه که باید برای ساخت روابط دوستانه آگاهانه تلاش کنید. چیزی که باید برای اون زمان و انرژی صرف کنید. دقیقا مثل شغل و خانوادهتون و این قضیه یه جورایی زده حاله چون دیگه دوران روابط دوستانی ناگهانی و هیجانانگیز و بیهدف به سر اومده هرچقدر سنتون بالاتر میره باید در قبال روابط دوستانتون با جدیت بیشتری عمل کنید مزخرفات کمتر جالبه چند ماه گذشته با گروهی از پسرای دانشگاهی چند تا بازی ویدئویی آنلاین بازی کردم گوش دادن به نگرانی ها و داستان های قمنگیز ادامه دار اونها یه جورای جالبه و البته تأصف اونا نمیدونن چطور به مردم نبگن و همینطور نمیدونن چطور پاسخ منفی دیگران رو بپذیرن و اون رو به معذلی شخصی تبدیل نکنن وقتی بازی میکنیم اگه شخصی اصاب خورد کن باشه این همیشه منم که میگم تمومش کنن این رفتارم از نظر اون پسرا قدرتی خارق العاده به نظر میاد انگار من با این توانایی منحصر به فرد متولد شدم که هر رو دیگران از گفتن شرم دارن به زبون میارم این فقط به دلیل سن بیشتره من دوازده سال بیشتر از اونا به مزخرفات گوش دادم و به واسطه همین حقیقت ساده زمان و تجربه است که به سر و کله زدن با اونها عادت دارم و خیلی خوبه به کسایی که میگن بالا رفتن سن افتضاح گوش ندید هر قدم که زیانبار بار باشه به همون میزان آرامش و اطمینان به همراه داره چهار فراقت به جای هیجان همین جمعه گذشته بود که همسرم برای صرف شام با یکی از دوستاش رفته بود بیرون یکی از مستندایی رو که هفته ها منتظر تماشاش بودم گذاشتم و در عرض 20 دقیقه روی کاناپه خوابم برد یه ساعت بعد بیدار شدم و به موبایلم نگاه کردم همسرم پیام داده بود که فیلم چطور بود؟ گفتم خوابم برد یکی دیگه از جمعه شبهای وحشیانه و دیوانوار زندگی مارک منسن همون نکته اینجاست که من لذت بردم اگه از من بپرسید ترجیح میدادم اون شبو به یه پارتی عالی برم یا نه احتمالا خوابیدن روی کاناپه رو انتخاب میکردم وقتی جوانتر هستید خوشی و هیجان براتون یکسانه کشف چیزای جدید خوشحالتون میکنه اما هر چقدر سنتون بالاتر میره خوشی بیشتر از طریق فراقت فراهم میشه استراحت کردن فکر کنم برای این موضوع دلیلی وجود داره وقتی جوونید همه چی جدیده و در واقع زندگی آبشاری از تازگی ها و تجارب سطح بالاتره. در نتیجه زندگیتون سرشار از هیجان و احساسه و چون خیلی جوونید و تازه شروع به زندگی مستقل کردید همه چیز جدید به نظر میاد. زمنان زندگی ساده است و اگه دقدقهی وجود داشته باشه دقدقهی بسیار سطحی و زود گذره مثل از دست دادن یه جلسه از کلاس یا متنفر بودن از شغل تابستونی. شما احتمالا بچه بزرگ نمی کنید. ده سال تو کارتون سابقه ندارید و مسئولیت های بزرگی به گردنتون نیست. اجاره خونه هم نمیدید. اما تو دهی چهارم زندگی خیلی از این موارد برعکسن. دیگه اونقدر بزرگ شدید که خیلی از چیزهایی رو که آرزوی تجربه شون رو داشتید تجربه کرده باشید. دیگه هیجان صرف جذابیت کمتری براتون داره. در عوض تعهدات مهمتری در زندگی دارید که باید به اونها عمل کنید. اهداف شغلیتون، خانوادهتون و مشکلات مالی. در نتیجه چه چیزی برای شما ارزشمندتره؟ اوقات فراغت، زمانی که میتونید مدتی از فکر کردن به همه چیز فارغ باشید. در همین رابطه فکر میکنم آخر هفته تولدم و با یه چرت طولانی عالی به پایان برسونم.